شبتون بخیر. شب شما بخیر باشه. قربون شما. در خدمتم. بفرمایید. آقای قاسمپور بفرمایید چه خبر هست؟ بالاخره کمیته فنی از این حالا انتخاب اطلاع داره و اصلا مشورتی با شما صورت گرفته یا خیر؟ عرض کنم که خیر. خبر که تو فوتبال ما همیشه زیاد است، بیشترش هم حاشیه است. بله. ما امیدواریم که حالا مطالبی که گفته میشه حداقل یه بار با استراحت با شجاعت عنوان بشه و روی حرف خودشون هم بیستن. نه خیر، با کمیته فنیش مشورتی نشده. ظاهر قضیه اصلا کمیته فنی رو اصلا به حساب نمیارن. من معتقدم اگر کمیته فنی مسئولیتی داره یا مسئولیتی بهش داده شده و کسایی توی کمیته هستن که عضو هستن، شناخته شده هستن و تجربه کاری، دانششون، نمیدونم حالا هر چیزی رو، سوابق کاریشون بهشون اعتقاد داشتین گذاشتید که باید بهشون اهمیت داده بشه، به نظراتشون اهمیت داده بشه، اگر غیر انگیزه هست که کمیته فنی رو منحل کنن. آقای قاسمپور، من یاد صحبت های آقای پروین میافتم در خصوص مدیر فنی، یادتونه که کشک؟ بله کشک. البته من همونجا هم گفتم کشک خاصیت های زیادی داره، کلسیم داره و خاصیت های بیشتری هم داره، میتونه استفاده بشه. ولی من معتقدم این نظر شخصی منه به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی، نه کل اعضای کمیته فنی، چون ما هیچ جلسه با هم متاسفانه نداشتیم. از موقعی هم که آقای تاج انتخاب شدن که متاسفانه انتظار داشتیم ایشون یه جلسه با کمیته فنی گذاشته بشه. اگر اعضا را قبول دارم به عنوان اعضای کمیته فنی باشون مشورت بشه و اگر هم قبول ندارم اونو منحلش کنن. موضعتون چی هست آقای قاسمپور؟ موافق هستین با اومدن آقای کیروش؟ ببینید، ما همون جلسه هم که داشتیم در ارتباط با تصمیم گیری کردیم در ارتباط با آقای اسکوچیش، با چون شایعه زیاد شده بود، ما با آقای اسکوچیش قاطعانه مخالف بودیم. بله. و بحث ما هم این بود، حتی ما همون موقع هم با کمیته هیئت رئیس فوتبال تضاد داشت نظراتمون. هیئت رئیس فوتبال بکنم هر تصمیم شما میگیرید برخلافش عمل میشه دیگه. ما امیدواریم حداقل شهامت داشته باشن رو حرفشون بیستن، کسانی که میان تصمیم میگیرن و اینقدر شهامت داشته باشن علنا اعلامش کنن. ولی این گروه و موش بازی در آوردن رو خیلی من به نفع فوتبال رو نمیبینم. ما همون موقع هم انتظارمونی بود کمیته هیئت رئیسه که جلسه‌ای با ما گذاشت پشت ما قایم نشن و علنا مطالبی که گفته شد عنوان میکردن. تو جلسه فنی ما آقای اسکوچی رو رد کردیم. بعد قرار شد که هیئت رئیسه یه جلسه کوتاهی داشته باشه نظرشون با ما در میون بذارن و متاسفانه با ما بعد از مشورت کردن هیچ اتمام حجتی نکردن. ممنونم. ما انتظار نداشتیم فقط حرف ما به کرسی بشینه. بله. انتظار داشتیم دلایل